جسته گرخته شنیده شده که شما زندگی خیلی سختی رو گذروندین. وقتی آرمان ماندگاری در دنیا در فیزیک این همه افتخار آوردن، دیگه خستگی از این همه سال براتون نمیمونه. خانم ماندگاری، آرمان ماندگاری اونطوری که شنیدم و از شواهد و قرائن برمیاد از طرف سازمان‌های جهانی خیلی طرفدار داره. شما خیلی سختی کشیدین، یک شب تو زندگی شما خیلی تعیین کننده بوده. من چاشنی درد و رنج و سختی و جای خود غذا چشیدم، اما دردهای منو دوتا مرد کشیدم. هنوزم چشم منتظر اومدن اوناست. به جای همه ی زندگی، اون شب رو براتون تعریف میکنم که همه ی زندگیمه. شکمش میترکه، نمیشه اصلا رفت سمتش. من با دست شکمش رو خالی میکنم. آقایون بفرمایید. با بهشته کار دارم. خانم اینجا نمیاد، الان هم واسه پدرشون اینجا. حالا چی کارشون داری؟ خیره، بفرمایید اتاقش اونجاست. کار دارم. بفرمین. نه اتفاقا با خانم کار دارم. میپرسیدین، در میزدین، من که واسه پدرم اینجا. تو کی هستی؟ سلام بابا، من میرم تو آیه دستبار تماشا کنم، کارم تموم شد. این اسبا تو پس فردا هستن، شام تو بخور بعد با هم میریم. چی آقا؟ بدهی دارم، طلب دارم، قرار سوخ شده دارم. بشین آقا، همه اتاقو گرفتی. منو نمیشناسی؟ چطوری منو پیدا کردی؟ دستمو بگیر، همین الان میریم پیش اسبا. این همه پول ساختین، اون وقت پدرت باید. بشین. خاتون رود کناری رو میشناسی؟ یادته؟ آره، اون یکی از تمیزترین و عاقبت به خیرترین کارامه. چطور میگه؟ من خوبه هستم. اون بیرون وایستادن، چیز زیادی هم نمیخوایم جز نشونی این عاقبت به خیر رو. حالا اگه من نشونی اون خانما نداشته باشم چی؟ خیلی دلم میخواد یه کادوی گرون قیمت و بزرگ واسه دختر خانومت بخرم. خیلی خوشگل شده. نه ببین، دستت بهش بخوره، یعنی حتی اگه حرفشو بزنی منو خوب میشناسی. زنی که تو دیگه از رد خارج شدی با این بلایی که سر خودت آوردی. من آدرس اونو میخوام، از تو هم میخوام. به تهدیدش نرسون، خواهش میکنم.
پاشو برو بیرون، برو تا رومون بیشتر به هم باز نشد. اون خانم داره نجیب با بچهش زندگیشو میکنه، چی میخواین ازش؟ دیدی؟ کشتی رو میسازن، تو بطری میکننش، بعد نخشو میکشن، بادبوناشون تو با میشه، سر پا میشه، تو بطری، نه تو دریا. اون زن هم شانس آورد، شانسش یه شوهر خوب بود که من واسش پیدا کردم. حالا چی؟ بو پول میاد. من دلم نمیخواد یه جوری دیگه که دلم نمیخواد با تو رفتار کنم. سختش نکن بهشته، خواهش میکنم. آخ وابدیم، فقط شما جیب دارین. اون زن، این بادبوناش وا شده، اونم تو بطری نه تو دریا. همه چی رو با هم قاطی نکن، دارم با زبون آدم با حرف میزنم، زبون غیر آدم هم بلدم. من حالیم نیست بطری و کشتی و نخشو بکشی بادبونا بازکه. من آدرسو میخوام، آدرسو ازت میگیرم. الو سلام خانم فخرنسا، مظفر هستم. پیداش کردی؟ آدرس تازه‌شو گرفتین. داریم میریم سمت خونه‌اش. رحم بهش نکنین. هر چی از تو نیست ازش میگیری. زنی که خیابونی رو، همش تقصیر مرحوم شوهرم بوده. مظفر، درصدی تو میبرم بالاتر. هر چی هست تو نیست از حلقومش بکش بیرون. چی شده؟ نترس مامان، نترس. اینجا خونیه. نترس مامان جان. تو کار واجب دارم. این همه مرد اومده بودن باز تو؟ موبایلم رو شکوف مردی کرد. چی شده میگی یا نه؟ بریم درمونگا الان بایست. اینا کیا بودن؟ نه درست من بایست بایست مهم من بایست. بردار زن، جونته، عمرته، بچه ته بردار. بله خاتون، من بهشتم. بهشت اگه من را برو من تنها گذاشت چه پدری میشه بعدا. خیلی حوصله ندارم، میشه بعدا بگی؟ میگم کار مهم باید دارم. پسراتو بردار همین الان، با هرچی پول و طلا داری برو ریختن اینجا. سیر زدنم، نتونستم مقاومت کنم. دنبال نشونی تازه میگشتن، دخترم اذیت میکردن. خاموشش کن، مگه با تو نیستم؟ میگم خاموشش کن مادر. آقا باشو بیا، میگم باشو بیا، برو باتو بیا باتو. ماما چی قربونت برم؟ ماما جان نباید به ترسی گریه نکن. خب تا مامان از هیچ بلای سرت نمیاد قربونت برم. بی بریم باتو.
ببخشید من مزاحم شدم. خواستم اگه اشکال نداره امشب. چی شده؟ چیز خاصی؟ امشب خواستم مامان پیش شما بمونه. همه واسه میشن. این تو هیچ چی کم نداره. مامان قربونت بره. فردا صبح میمونه. نگران نباش. نادر، یکی از این چراغ‌ها رو روشن کن. ببین، خوب گوش کن. نه ترس، هیچ کاری باهات نداریم. تو اونقدر عاقلی که تونستی زن این چراغ‌ها موندگاری بشی. بشین! اونقدر هم عاقلی که تا اینجا تا این خونه و زندگی باهاش اومدی. این پولا و دارایی مال تو نیست. پولا و طلاها و سندها رو میدی؟ کاری باهات ندارم. اما اگه عاقل باشی، خالیت نمی‌کنیم. یه چیزایی واسه تو و پسرت میذاریم. اگه بدقلقی کنی، پول خرج کردن که تو و پسرت زنده نمونی. خودت که صفرم نیستی. هیچ کسی عقب جنازت نمیگرده. یه زن کاسب بی کس خلاف که ما میدونیم با جسد چی کار کنیم. اینا رو میبینی؟ هیچ کدوم حوصله نداریم وقت برات بذاریم. عاقل باشی، 10% برات میذارم. نه از اون زمین گلاب دره. ببین آقا، خیلی حرف میزنی. تو اگه منو نمیشناسی اینجا چه کار میکنی؟ من عین تو رو کم ندیدم. من کاری نکردم. من و شوهرم با هم شهری زندگی میکردم. آقا دست زندگی خصوصی من نکن. بشین بگردین پسرش رو پیدا کنین. همه جا رو بگردین. این زنی که حرف حالیش نیست. جنگ نیستی جواز دفنتو ببینی بابا. یه بیابون جواز میخواد. بیابون از نهشت هیچ چی نمیمونه. سوزونده میشی و تموم. تو و بچه تو رو هم خاکسترتون رو میریزم توی شیشه نوشابه. سند واسه خونت که کاری نداره. دو شماره ما صادره است. اصلا به اسم هر کی که تو بگی. آقا التماس میکنم. چی میخوای؟ شما برای پول نیومدین اینجا. بگی چی میخوای؟ بگی چی میخوای؟ عوضی اومدی؟ ساکت به بلی که سریع اومده سر تو هم بیاد ها؟ از خفه بریم بابا حواستون جمع دست بهش نمیزن بریم من میدونم بچه توی ساختمونه. ما همین چند ساعتی اینجا این بچه بچه نهید همینجا ما می دوره برای بخواه من ردش رو بوم کشم
خانم اینو ولت نمیکنه. دیدم فرار کردی. گرفتنه؟ آقا برو من خودم رو پیدا میکنم. من سیگار فروشم، مزاحم نیستم. یه تاکسی برات بگیرم. آقا من خودم میترسم. برو. برو جلو اونو بگیر، دستش به من نرسه. برو. بارون هم که به همه ایمد ماشین شما هم که نرسید. این لاماز سوار هم که نمیخرم. اینا اتفاقا خیلی ارزش داره. اینا با من کی بود؟ به صدای من خسرو کجایی؟ یه صدای اومد. هنوز تموم نشده، این آخرش نیست. یه بود چی دیدی؟ شاید گفتن همه میزا جمع قرقر آپارات. ساعت 12 گذشته، این آخر شب یا بیان تو رفتن چون مکافاته. کجای خسرو؟ بله اینجا. بله گوش کن امی، انگار تو سالن صدای فیلم میاد. امیر خان یه زن سروز درست نداره، خونی مالیه. منم الان دیدمش اینجاست. من در رو نبسته بودی. 12 گذشته کجاست؟ پشت ستون. امیر دست بهش نزن، بذار حرف بزنه. یه چیزی شده که پناه برده.
بزنم سر ده میخوایم بزنمش تو خیابون. اگه تو اینجوری هم بودی یا ما نمیدونستی یه زن زدن به این روز انداختنش بزنم تو خیابون؟ اون بالا به نظرم یه تنها نیستی، اینم مثل خواهر خودت، چه فرقی میکنه؟ تو خیلی مردی خسرو، ازت دیده بودم، یه چیزی گفتی ها اول شدم، من همینجوری یه چیزی گفتم، جدی نگیرم. کسی خونه نیست؟ الو، صدا میام؟ بابا این خیلی داغونه. فشارش افتاده. حالا یه خورده جا بیاد میرم. خسرو بیرونو بپا، صدای تلویزیونم کم کن. خسرو برو با کارت برس. این خانم اگه خواست بره موازه باش تو خیابون، فقط یه نگاه بکن. چی شده خانم؟ میخوای آمبولانس خبر کنم؟ آژانس؟ پلیس؟ بر سلامتی شما نگرانی. ببین خانم، اینجا باشی واسه همون درد سر داره. ما میتونیم ازت پذیرایی بکنیم، حالا یه چای گرم با نبات یا پاک کردن صورت تو، این کارا. اما حتما یه چیزی شده که اون برم داره. من کاری نکردم که بودنم اینجا شما رو تو درد سر بندازم. با این وضع این وقت شب حق دارین. خوب امضا کنم، آینده بچه‌مه. خدا خواست سر همین چهار بالای تصادف شد، بچه راقه اینجا رو دیدم، من آوردم اینجا. حالم خوب شه میرم، حالا یکم حال ندارم، فقط یکم بشینم. یکم بشینم بهتر میشه. گفتم صدای تصادف رو همین یکی دو دقیقه پیش. راست میگه، بل نیست، ولی اینجوری بالا میگیره. خانم، زورگیری، دزدی چیزی بود؟ خب من یکم حالم جا بیاد میگم براتون، نمیخوام تو درد سر بیافتیم. اسمتون چیه؟ خاتون. میدونی اینجا کجاست؟
لاله‌زار. چراغ اینجا روشن. دیگه قایم شدن ندارم. فهمیدم تو اینجایی. بگی اینو. پاپوش نباشه. دیگه به چی نمیشه دلبسته ها. نه به رفاقت، نه به مردونگی، نه به زنونگی، نه به قموخیش. مرتیکه رو بهش میگم وایس اون برای بود دهنت، حالم به هم میخوره. آخه هر شب مست. دستم رود بلند میکنه. کی اون؟ نزاییده. دائم داره یه کوفتی رو ترک میکنه با یه کوفته دیگه. از شیشه در میاد باز میره تو شیشه عرق. بعد اونو میذاره کنار میره تو شیشه. معتاده دیگه. اون دست رو من بلند کنه. همچیز. خوب تا جا داشت. همسایه ها از زیر دستم درش آوردن. کلی دنبالت گشتم. همه لاله‌زار میشناسن. بذار فرشته. تازه دارم یه سامونی میگیرم. اینجام هم جا واسه خواب و خوراک دارم. هم پامو بیرون نمیذارم. میگم داش اگه زیادی هم آشنا ماشنا داشته باشی یه دو سه شب تا طلاقم بیاد. گفتم تا آخرش پای طلاقت هستم. دیگه هیزم زیرم نذار. خسرو. بله آقا. خسرو. بله اینجا. بله. یه قهوه داری؟ اگه نه یه چای داغ. بله. میتونی شیرین کنی؟ عسل داری؟ بله اختیار داری. فقط یه چیزی، من خواهرم دو شب میمونه اینجا، کار مهمی داره. من خودم خواستم زودتر بهتون بگم. خسرو، حواست به در بیرون باشه. چراغای بیرون روشن باشه بهتره. حالا من چای میریزم. گشنه باشین گشنه میمونین. 12 به بعد همه جا تعطیله. بقالیا سوپریام همه تعطیلن. بگو خاتون خانم فشارت افتاده؟ اون چاییو بیاره خوب میشم. خوب بشم بتونم راه برم. میرم. اینجوری کار دستتون میدم. صدای خانم با کلاسه وا. از این زنه در پیتینی. ول کنی زنه رو بابا. چرا داداش نگو از کجا اومده؟ چی شده؟ بیا حالش رو ببره. توپ. الان بهت میگم چی شده. یه گنجیش ترسیده. خودشو زده به شیشه باشگاه. بالش شکسته. شاهر شدی. باشه تو من. اینقدر دوستشم با عبد اینجوری حرف بزنم. نشد که. مال ما میشه طلا با کتک. مال اینا میشه آشتی با یه بنز. رو راست خانم. راست بگی جاد امنه. ما نمیذاریم کسی به آزار برسونه. امیر پاشو یه پارت بزنیم. اودار آروم. الان با آب قهوه حالت خوب میشه. اما اگه میدونی یه چیزای دیگه هم هست فکر کن. ما که دنبال بعدی با شما نیستیم. خیر بزنیم یه پارتی بزنیم. ماریش و سیبیلمون تو سینما سبز شد. تو همین چند تا دونه سینما جای خوبی اومده. شب سینما را افتاد. خستم کابه. یه امشب میخواستیم زود بریم کنم. نه کارخونه این همه بریش. فعلاً که یه خانم اومده تو داستان. آخرش خوشه.
آقا سبز بگو. اگه من نتونم این کارخونه ای که با زحمت ساختمش را بندازم میمونه همین. این روز یه کله پزی ساده رو بخوای راه اندازی کنی یعنی مکافات. باید هزار تا مجوز بگیری، مجوز زبون، مجوز مغز، چش، اینا رو داری؟ میدونم وام گرفتن این روزا یعنی افتادن تو دیگه هزار تا کلک بانکی. گوش کن امیر، هم باید دروغ و کلک و اهل زد و بند نباشی، هم یه جورایی طرفات فکر کنن اصلش امورت بیخلاف نمیگذره. از این دور داشتم میدیدم که داره میره. اون پسری که زخمی شده بودم دنبالش داشت میرفت دیگه نبید تا اینکه این آقا با اون زخمیه برگشت. همین آقا رو میگم جناب سروان، فقط من دیدم چی شده. من دیدم اینا مسئله داشتن، خیلی مشغول بودن. اون ماشین سفیده یهویی اومد جلو وسط خیابون. خانمه چی شد؟ اینجا نیست. پر؟ یارو سیگاری هر به پا. اون میدونه. ببین منو. کلینیک خصوصی مجهز. مال خودمونه. درست حرف زد. در دهنتو بگیری یه چیزی گیرت میاد. از کدوم هر رفت خانمه؟ یه تاکسی گرفت از این ور رفت. دوستتون که حالش بد بود، زخمی بود و بردمش اینجا. خانمم فکر میکنم رفته ایران. تو بیا اینجا. بله. خب نگفتی خانمه چی گفت؟ کجا رفت؟ یه تاکسی اینجا رد میشه و داد میزد تربینا. من سر بیازم، ته بیازم، حرف بزنم اون یارو. جونم دم این دکتره رو ببین، من با بچه ها میرم. این ماشینم یه جوری از وسط خیابون کنار بکش. باش. لازم شد نشونه کلینیک موندگاری رو بده. باشه شما برین. سیگاری و راننده هم با من. رضایتش یه جوری میگیرم میفرستمش بره. فقط عجله کنید شما. تکون بخورین. امیر دلم میخواد یه پارت درست و حسابی پیرامید بزنی. مردی اینجا رو خراب نکنی. اما اگه من بردم بازم نگرش داری. باشگاه بمونه تو هم سینا. پیشه هست؟ توی یکی از فیلماش میگفت خدایا ازت ممنونم که من آدم کش کردی. بالاخره یکی باز پیدا میشد و خیلی ها رو میکشت. من که کار قانون رو سبور کرد. حالت خوبه؟ بهتر شدی خاتون قانون؟ بله. اونایی
که دنبالتن. حالا هرکی به خودت مربوط، بیان اینجا نترس، نمیتونم به سادگی ببرنت. ببرن؟ کجا ببرن؟ مگه هرته؟ این خانم خدا براش خواسته که بیاد اینجا. اینجا با بیرون فرق داره. آره که خدا خواست. اگه حرفشون زور باشه نمیتونم، اما اگه حرفشون زور نباشه امیر ما دیگه نمیدونیم کی به کیه. اگه حرفشون حساب باشه چی؟ معذرت میخوام، اگه نتونیم جوابشون رو بدیم اون وقت کلانتری و دادگاه مال ما میشه. سرمون رو بعد بندازیم پایین. معذرت بخوام. امیر باشه سر بریم بیرون یه هوایی بخوریم، یه سیگاری بکشیم. باشه عزیز من که امشب داره واسه همون میباره. سیگار میکشی؟ میخوای واسه روشن کنم؟ اینو چیکارش کنیم؟ کار دستمونه داره. زن پیش پا افتاده ای هم نیست. به نظرم راست می اما هنوز چیزی ازش نمیدونم. نگفتی اما اینجور هم نیست دیگه که یه زن تو خونش قیف کنم. اونم یه داف شاخو. حیف این سینما که منو تو بکوبیمش. حیف این سینما نیست دیگه، شده باشگاه انبار موتور. میفروشمش یه جا موتورا رو نگرشون دارم. میره بالا این روزا همه چی ساعتی میره بالا. امشب واسهشون مشتری میاد. اینا خریدارن. برای کی و کجا معلوم نیست. میرزن تو خیابونا. منم بعضم بدتر از اونه که موتورای تو کمکم. امیر باید بری، میگیرنت. اگه بری دست منم وازه واسه که اون شریکاتو به خاک سیاه بشونم. اون زنت کتی، ای بابا احترام زنت تو رو بودن رو داره. خوب شد که طلاقشو امضا کردی، زنت تو نبود. باید بری. کجا برم؟ نمیرم. یه سینما مونده که اونم عین کندو سوراخ سوراخ کنم بدم این همه الکتریک. نمیرم. به مرد حسابی همین سینما رو هم ازت میگیرم. بدهکاری. شوخی که باهات ندارم. باید بری. اینم بلیتت. سه شب دیگه باس بری. اگه نری نمیشه به این سادگی از اون تو درت اومد. اینو چیکارش کنی؟ حرف تو حرف نیا. باید بری. یه ساعت دیگه واسه این موتورا میان. بذاریمش بره. کسی این دورو بر نیست که دنبالش باشه. راست میگه، دروغ میگه. ممکن کار نیستن بذاریمش بیرون تا خیابون بره. کی میخواد این سینما رو بخره؟
بذار نگرش داریم، همینجوری خوبه. آدم خوبی، آزارش به مورچه هم نرسه. چه آدم بیخاصیتی باید باشه که آزارش به مورچه هم نمیرسه؟ یه اون یکی آزارش به مورچه نمیرسه، به یکی میگی برو کلا بیار سر میاد. کی به کیه؟ داروهاشون رو بخورن، فشار خونشون هم حتما اعلام میشه. بله چشم. خانم من رشته هم نیست شب اینجا اومدم، کارهای واجب دارم. الان که باید خیلی خوب باشی. آره خیلی خوبم، اما من نمیتونم شب اینجا بمونم. هیچی با خودم ندارم، خالی خالیم. نه بابا همچنم خالی نیستی، دوتا تزریق داشتی. خانم ما دوست دو کار مهم داریم، خانم فخرالنسا رو که میشناسی. ساکت باش آقا، اینجا بیمارستانه. تلفن با شما کار داره. خانم هستم. خانم دکتر، شما با یه تعداد آدم گاگول ببخشید عقب افتاده طرفی. اجازه بدین اینا مرخص شن. ببین خانم دکتر، اینا اون عقب جاده خاکی گاز میدن. ما حالا بنداز بریم. بفرمایید خانم دکتر. خدا به خیر کنه، یه نفس داره داد میزنه. خانم دکتر، آقا شما دم به دهنش نذاری. شما رضایت میدی؟ بله خانم، کتبی، شفایی، تصویری، شهادت میدم امضا میکنم. فعلا بیرون باشین. ای بابا. بفرمایید دکتر عبدی هستم. خانم دکتر حالشو خوبه؟ اما دیگه نداره، اونا کاره خیلی مهمتری دارن. یه آرام بخش چیزی بزنی برن. شما نمیتونی به من بگی چی کار کنم چی کار نکنم. اینجا پادگان که نیست. اگه فردا یه بلایی سرشون بیاد شما قبول میکنی؟ اون دو نفری که اونجا، اون دوتا نره. خانم دکتر کاری چیزی داری به مظفر بگو که اونجاست. بله با قول خودتون این دوتا نره رو شما تعهد میکنی؟ اینجا بیمارستانه، سرمایه گذار، سهامدار یا شریک، حتی دکترا نمیتونن دستور جدا هم مقررات بدن. این همه مقررات؟ این همه غیرقنبی؟ خانم، اینا ماموریت خیلی مهمتری دارن. اینا با مسکه این کارشون راه میفته. بده من گوشی رو. بده من. الان خانم دکتر ببخشید. اونا اگه میشه یه معاینه سرپایی و دوا درمون هم برن، تحفه که نیستن اونجا بمونن. حتما کاری دارن که برای خانم فخرالنسا مهمه. ببینم ایشون وقتی دستور میدن شما چرا تفره میدی؟ مگه آقای وکیل اینجا سوپره که دستور مواد غذایی میدی؟ اینجا بیمارستانه، بیمارستان اینجا شده پاتوق مخبرای زخمی که بیان دهنشون توی گنده کل بده، شوخی های رکیک بکنن، زود خوب شن، زود برن. برشون داریم بریم بابا، سر حالا اینا چیزیشون نیست، زانه میره. اصلا خانم چقدر حرف میزنی؟ چقدر وقت میگیری؟ من خانم دوباره استعفامو دادم، هر دو بارم من دلم میخواد همه تون برین استعفا بدین. بابا عجب روی داره. برین آقایون امضا کنیم ببینشون تا همه جا رو به هم نریختن. بفرمایید. نه اصلا این زنه یه جا بعد از زندگیش هیچی نمیگه، اگه بگه اینا برایش کاری میکنن. واسه چی بگه بدبخت؟ بگه چقدر پول داره، بچهش کجاست؟ اون وقت هر کی میگه به من پول بده من کمکت میکنم. نه بابا اینا اینطوری نیستن. اینا رو نمیگم، این اگه بیفته دست اونا کارش تمومه. ای خسرو کاش من یه دونه این هفتی را داشتم. چیکار میکردی؟ حالا بهت میگفتم. چه باز جو گرفته تو؟ ببینم میتونی یه کاری بکنی امیر خان دیگه نظر بیا اینجا. کار منم میگیره. خیلی خب من کار هفتی ندارم. اون گشت رو دیدی رد شد خانم؟ اگه بیا تو سرک بکشه شما رو اینجوری ببینه بپرسه این خانم تو باشگاه بیلیارد که خانم توش ممنوعه اونم این وقت شب چی کار میکنه؟ جواب ما چی واسه باشه؟ شما با 110 بری مطمئن درد سرش هم برای خودت کمتر. خسرو. بله. شماره جناب سروان امید 110 داری؟ بله. به هیچ بهانه نمیخوام جواب ندم. اکبر ماندگاری مرحوم شوهرم اسم خاتون رو خیلی دوست داشت. اینجوری شد که من شدم خاتون از لباس روستای گوشواره. اومدیم تهرون، کشاورزی تعطیل شده بود. پشت خاک سبید تا
توی اتاق هممو با هم توی زیر زمین. اونجا بود که با بهشت آشنا شدم. مردای پولدار رو میشناخت، اینقدر معرفت داشت که نزاش بیافتم تو مواد. اون منو با ماندگاری آشنا کرد. یکم که گذشت دیدم تیغم براش کنده، فهمیده بود چی کارم، اما برون نمی آورد، زخم زبون نمی زد. مگه میشه برای مرد زن نشد؟ خونه اجاره کرد شد خونش. با خانمش دعوا داشتن، بچه دار نمی شدن. خانمش حق داشت ولی شد، پسر داشتیم. درش ارث گذاشت، گفت بذار بره درس و دانشگاه، تو مادرشی میدونی فقر چی؟ یکاش قبرش تو خونه بود که هر شب بالا سر قبرش از خودم ممنون میشدم. واسه همینی که شما راه بهتری جز 110 نداری. اینا درصد گذاشتن که از ما بگیرن. حق دارین، باور نکنین وسط این همه خلاف و دروغ، اما من چیکار کنم؟ اونا وکیل میتونن بگیرن، سه تا وکیل بگیرن، الان یکی هم دارن. به من میگن کسی وقت نداره برای مورد تو، وقت بذاره برم زنگ بزنم 110 بعد چی بعدش آزاد بیام خونه. امروز نشه فردا، پس فردا بیام من میکشم بچه‌م. چی به همین آقا خود را بگیم منو از این در ببر دم یه آژانس، من میرم. نمیخوام من این شما نردستن درست کنم. ببینم پسرت جاش امنه؟ مطمئنی دست اونو بهش نمیرسه؟ امنه. ببین خانم، ما هستیم، نشونی بدی من موتور سوار خوبی هستم، میتونم سوار موتور بشم تو همین بارو برم یه چیزی تنش کنم، بگیرم تو بغلم و بیارمش سالم اینجا. ممنون. بالاخره صبح میشه، روزم رو که خودش دارم، نمیتونم بزنمش همینجوری اونجا بشینه. فقط اگه پای پلیس یا 110، خیلی هم دوستم اونا. ما که نمیتونیم دست رو دست بذاریم همینجوری نگاش کنیم، هی من بالا برم ببینم چیکار میکنه چیکار نمیکنه، بعد یه کاری بکنیم دیگه. اصلا من میکنم، من میبرمش، مگه بیرون چه خبره؟ اینجوری هم نیست فکرش ده، اونجا حتما یه خبری هست، سر کله شون پیدا میشه. من دارم بهت میگم. خب صدات بیا پایین. خب هر چی دارم بهت میگم تو حرف خودتو میزنی. تلفن زدی ببینی حرکت کردن؟ آره عصری زدم، بلیط اوکی کردم، اما چرا وقتی نمیدونم زندگیم به چی بنده باید برم فرودگاه که تازه اول جر و بحثه؟ چرا در گنجه وازه؟ چرا دوم خر درازه؟ یه زمان فیلم ها آشتیم دادم، حالا چی؟ دوست ندارم تو بری فرودگاه. اما دلیلم با تو فرق میکنه. دست تمیزمون رو بردار. برای میگم خودش از فرودگاه بیاد که حق انتخاب داشته باشه، یا خونه پدر مادر یا بیاد اینجا. میدونه تو فلان جایی نداری، باید بیاد اینجا.
اگه خودش تنها باشه یه حرفه، اما اگه با سهر باشه یه حرف دیگه است. فکر کرد اگه پناهنده بشه اونم با دختر من کارم تمومه. اون 6 سالشه، اون چه به پناهندگی؟ یه چیزی رو راست بگو، اگه دروغ بگی شعارت نمیافتم. هنوز دوستش داری؟ سعی نکن چیزی رو یادم بندازی که همیشه یادم. هر جا عشق بره با قلب من میره. عشق سر جاشه، اگه نباشه داستانش عوض میشه. خیلی به نظر بی کس و تنهاست، نه طالبه کسی زنگ زده نه زنگ زده شد. پول داره تنها نیستن، یعنی پول هیچ وقت تنها نیست. منو چه به موتور؟ میدونی سر کارت با کیا میفته؟ کیا میان موتور بخرن؟ به هر کدوم از خاطره هم فکر میکنم، یه کدومش با هم نیست. من خودم میرم. شما هنجا بمونم. عجب بارونیه کابشا، این بیاده وای نیسته. شکر آقابه، ببخشید که موضوعیم شد. 100 تا موتور هوندا میخوام، اونم 125. هوندا دارم، فیلم کسی ها کابه، سنگینم داری؟ برشش بذاری. جوازش هم سنگینه، داری؟ نه آقا، شاپول ما خریداره، همیشه جوازش هم زیر بغلش. قرار بود اون آروانه رو برداری. این موتور مسئولیت داره مرد حسابی، من چجوری نمیتو بدم دیگه. این با یه دونه گاز سرفرقونش میاد بالا، حالا دوتام صابونی پاره کرده. حالی نداداش. خب حالی تپه چرا میخوای ببریش؟ مگه من به تو قولش نرم دو ماه پیش دو ماه پیشم به تو گفتم این موتور نمیفروشم. این حالا با یه چیز دیگه است، معلومه یه چیز دیگه است، قیمتش هم یه چیز دیگه است. میخوام. آره میخوام. کجا میخوای؟ میخوای بریم چک به ما بدی معلومه چه میخواد باز بشه. مسئولیتش به خودت. خیالت راحت باشه. برو. ببین خانم، تا کاوه نیست، اون یکم عصبیه، زندگی پر درد سری داشته، نه اهل تجارت و منفعت و ضرره، نه من. ما همیشه سرمون تو این سینما گرم میده، هم وقتی که فیلمشون میداده هم وقتی که ساختمون. برای اینکه سر کاوه گرم بشه یه سهمی داره، سینما داری یه عشق، باید عاشقش بشی. هر جات به هر جای این سینما بگیره تمومه. برای اینکه چراغش روشن بشه باشگاش کردی. اون کاوه همه چی هم خوب بلده، مثل خود کاسبی هم خوب بلده، اما حواسمون پی این فیلم ها بوده. اینا رو گفتن بدونی داریم میریم تو اتوبان که صبح یا بهشت از اینجا بیرون بریم یا جهنم. دلم میخواد حالم که جا اومد برم. گفتم نمیخوام مزاحم شما و این سینما بشم، اونا تا صبح میان، با مرگ منم کار دارن. من الان حواسم پیش بچه. منم حواسم پیش اونی. عضو باشگاه موتور سوارای ایرونه، هم نمیتونه موتورش رو سوار شه هم سینماش به این روز افتاده.
شبا یواشکی موتور سواری میکنه. ساختمون و فلزش که به این روز بیافتن آدماش هم میشه، اما این چند سال بزرگتری هم کار دست رابطه همون داده، یه جورایی مواظب بشم، یه جورایی مواظب من. انگار فیلم نشون میده، اونم با همین رویا و خیال سواری میکنه. نمیدونم مواظب خودش باشم یا رویاهاش. کی مواظب خیالا و رویاهای خسته منه؟ مگه میشه زنده موندو دید که سینما رو خراب کنن، بعد ستون و پرده و آپارات رو برزن تو خیابون؟ نه جای موتور تو سینما است، نه بیلیارد. این که شما به سینما پناه بردین خوبه. میرم. فقط شما اونور واسیم دیده نشین. چته اومدم؟ آشه چته؟ بس آقا خسرو کی هستین؟ سرما نخورین یه وقت؟ شما هر ستایتون یه کار دارید. اول شب دوتا آدم با هم حرف میزنیم ببینیم چی میخوایم. شد که شد، اما اگه نشد من جوازم همه کاری رو دارم. باریکلا چه زرن، ما نمیخوایم خونه این حرفا باشه. اون خانوم برگرده. کجا برگرده؟ گوش کن همین این سومی هنو هیچی نگفت. اونم بعد از اون درسیه. من حرف بلد نیستم، اومدم اینجا کارو تموم کنم. زیر این بارون که حرف زدن نداره پسرم. من جنده چند بارون اینا حرف بزنیم، چرا وقتتون رو میدیم اینا؟ یه غلطی کردم پاشونو گوشتا اینجا با من وجود دارم، یعنی تای خدونم چند چند نیز نخم بابا. ببین بچه وجود داری بابا فیلم بدون سر صدا تموم شه. اون خانم و من خونش فرار کرده، اومده اینجا تو قمار خونه پیش شماها. رو داره میگه نزدیک چیه خانم باشین شما؟ آخرش اون که وابسته قانونی این خانمیه یه قدم جلو بیاد تو. کدومتون ها؟ ببینم شماها چی کارشین که میخوان برش گردونین سر خونه زندگیش؟ ببین ما ببین امیر خان، اینا میخوان این خانومو ببرن، ما هم بگیم چشم. اون وقت نمیگم مرداتون کو؟ ها حرف علیشون نمیشه. بلند شو رامیو بپا شده نیای با زبون خوش. آقا مظفر که بیاد هم تو میای هم باشگاه این بیچارا تعطیل میشه. خب این آقا مظفر رو میآوردین کارو تموم میکرد؟ آره کیه؟ ببین همونی که همه تهرون و پروازهای داخلی و خارجی و گاراژ و قطار و اتوبوس عقبش گشته. مظفر شوهرشه. دروغ میگه وقتی که یا خدا بزرگتر ندارم، عزت که دارم، احترام که دارم، هنوز خوار نشدم. تو نبودی که لگت زدی به عکس مرحومش؟ مگه منو به این روز انداختی؟ ای مرتی که بره تو گوش تو هر جای دیگرت. برو بهش بگو خودش بیاد، مرد خودش میاد دنبال زنش. این همه حقوق بگیر و نون بخور نمیخواد. خسرو برو 110 امیدا بگیر. میگم اینا اگه منو ببرن دست هیچ کس به منو بچم نمیرسه. بفرمایید آقا جون. تا صبح
سه ساعت مرد جلو نامرد میخواد. دفتر کاغذ به دست برگردی. این خانم جاش امنه. با شوهرش بیاد. سعی و سال مصدر برگردی. نه فرمو صداده زندگی نمی کنه. هر جا نفس بکشه ما بالا سرشی. بفرمید آقا جا. چی شد جمال؟ تموم شد؟ نه بابا، اونا که تو باشگاه تنها نیستن، چند تا قمارباز دوره شون کرد، اما عقب افتادگی ندارن که بخوری ازش اون ندارش. ببین آقا جمال، بله. نذار کار سخت بشه، پای پلیس وارد نشه. ببین کار سخت شده، کار سختیه، داره باریک میشه. اینایی که من دیدم ساده تموم نمیشه. ما میگم باز پیشنهاد درصد بهشون بدیم. میزنی که خیلی نفهم مخواد بیاد بیرون. این همه پول دست این. ببین آقا وکیل، به اون خانم بگین درصد ما اندازه نیست، این کار خرج بیشتری داره. خب پیداست توی همچین وقتایی درصد میره بالا دیگه. این شیوه ها مردوده آقا جون. دکه های شما جنس های معینی میپیچن. بله این پولا درصد ما نیست، با این دو ست جوون و این باشگاه ما اضافه کاری داریم. میخوایی درصدتو ببری بالاتر؟ خیلی خوب، مظفر که نمرده، زنده است، اینجاست. نشونی رو زودتر بده به من، خودم میخوام یا اونجا. خودم میخوام یا با چشای خودم این زنی کرو ببینم. میخوام ببینم کیه، میخوام ببینم چجوری تو چشای من نگاه میکنه. یه خورده گوش کن خانم، شانس آورده پناه برده به باشگاهی بیلیارد. اون تو هم معلوم نیست کی به کیه. آدمای مرد قمارباز خوب اگه پیدا بشه که شده، کارمون سخت میشه. تو قماربازا که بیلیارد قمار نیست. مرد خیلی پیدا میشه که پشت یه زن اونم این ریختی وایسن. هرچی میخوان امشب بهشون بدین و کارو تموم کنن. بله؟ بله یادداشت بفرمایید. بله. لاله‌زار سینما متروپول سابق. ما هم افتادیم تو این داستان زیادی. رابطه‌ای که نمی‌شناسی. خسرو رفتی؟ بله آقا. آخرشو همین جوری که خانم میخواد تمامش میکنیم بی درد سر. چیه خسرو؟ آقا داره تلفن میزنه. نمیدونم یکی. نه نرفتم. دقیقا دم در خروجی واسادم. اگه ریگی به کفششون نباشه بر میگرد. منتظر صبح نمیدونم. خیلی چی گفت؟ با یه جای دیگه تماس گرفتن. داره صبح میشه. خدا به خیر کنه. شبی داره تموم میشه که به هم یاد داد روزو چجوری زندگی کنم. من فقط میخوام برم سر خونه زندگی بسرم. چیزی نمیخوام. شما پشت من وایسادین، هیچی نخواستین. مهمون فرازاری بودم.
داره صبح میشه، چیزی نمون. اما راحت تموم نمیشه. اونا پول تو رو میخوان، نه اون خانم ها که نمیشنسی. شما راست میگی، اونا دنبال درصدشونن، دنبال ارث بچه من. بگیرنم به اون خانم هیچی نمیدن، به اونم کلک میزنن. اما من از پس خودم برمیام، بالاخره منم از عدالت یه سهم میدارم. خسرو، بذار اول اونا بیان. با این چنان میزنن رو سرشون، جای مخ فوزورت کله شون این چاهت میکشن بیان. همین چوب بیلیارد هم خوبه. چی این زنی کر اینجا را داده؟ چی؟ کی این تعفن اینجا را داده؟ ها؟ خانم دیدین؟ بقیهش کار شما نیست، کار ماست. خیالتون راحت. شما که کاری نکردین. خانم شما بفرمایین تو ماشین، ما اونو میاریمش بیرون. کارو خراب نکنین، واسه شما خوب نیست. تو این سینما پاره شهره خانم. راست میگی دیگه، شما تو ماشین بهتره. تو دیگه چه میگی؟ تو کدک خوری؟ کی هستی؟ ببین، میخوای مال شوهر منو بالا بکشی؟ شده درد وکیل میگیرم، از تو الخومن میگیشم بیرون.
خانم شما برین تو ماشین، ما میاریمش. خانم ما این خانم رو به شما تحویل نمیدیم. آقا درش داریم بریم دیگه. مگه لنگواره؟ من عقب پول قایم شدم. هی کجا ببرینش؟ مثل که تو هنو نفهمیدی این خانم خیلی سنگین تر از این حرف هست که ببریمش. اینا حواسشون بیشتر به پوله، کاری به نجات و این حرفا ندارن. نمیذاریم بره. خانم قرار ما این نبود. با احساسات شما که نباید ما ضرر کنیم. ما از این معامله پرچیم؟ بات به اینجا برسه دست به این خانم بزنی. باسه عقب ما هستیم. الان بهترین وقت در پشتی ببرم. بریم بریم. خانم رو بسادم کجا دیگه بیرون باش. دیگه کاری با تو ندارم. نذاشتی کارمو تموم کنم. سهممو باید بدی. میگیرم ازت. تو اون آدمات فقط به درد راه انداختن شر میخوری. شر رو پول تو را میندازه. پول. را بیافت. را بیافت. دیگه اونا رو ندیدم. انگار رفتن تو اون فیلم ها، عکس ها. انگار رفتن تو اون سینمای مخروبه، نشستن رو اون صندلی ها. انگار هر دوی اون دوتا یکی بودن. اونا سخت پیدا میشن. باید وقتش بشه. فقط آرزومه یه دفعه دیگه اونا رو ببینم.